18مین روز شهریور ماه برابر با 9 سپتامبر سال 1207 خورشیدی برابر با 1828 میلادی، زادروز کانت لیف نیکولایویچ تولستوی، معروف به لئون تولستوی، نویسنده روسی که در روستایی در 250 کیلومتری مسکو به دنیا آمد و در کودکی پدر و مادر را از دست داد و از نوجوانی استعداد درخشان و هوش سرشارش معلمان را به تعجب وامی داشت. با این حال مدت زیادی در دانشگاه ماندگار نشد و پس از 4 سال خدمت در ارتش به قصد پرداختن به نگارش از نظام خارج شد. وی از آن پس به خلق آثار ادبی روی آورد و رمان‌های متعددی نگاشت. لئون تولستوی عالی‌ترین نمایشگر روح ملت روس و از بزرگترین نویسندگان جهان است. وی در مجسم کردن اخلاق و روح مردم روس مقامی ارجمند داشت و معتقد بود که تنها محبت است که باید بر مردم حکومت کند. این عقاید باعث شد که کلیسا تولستوی را در 72 سالگی تکفیر نماید. با این حال او در اواخر عمر چنان مشهور شد که تقریبا همه دنیا او را می شناختند. اما تولستوی خانه را ترک کرد و سرانجام مانند بی‌نواترین مردان در بی‌خانمانی و سرگردانی در 82 سالگی درگذشت. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، درگذشت جلال آل احمد، نویسنده و مترجم ایرانی که در تهران متولد شد و در جوانی رسماً عضو حزب توده شد و در کنار فعالیت‌های سیاسی در رشته ادبیات فارسی موفق به دریافت مدرک لیسانس شده به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و بعد از اندک زمانی چون در مبارزات حزبیش جز شکست و سرخوردگی چیزی نصیبش نشد به سمت روحانیون گرایش یافت. وی سرانجام در سن 46 سالگی در عصارم گیلان درگذشت. پیکر آل احمد چون به سرعت تشییع و دفن شد، گروهی را به این باور رساند که او به دست مأموران اطلاعات دولت کشته شده، شایعه‌ای که همواره از سوی همسر وی سیمین دانشور تکذیب شد. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، درگذشت استاد علی نقی وزیری، موسیقیدان و پایه‌گذار موسیقی جدید ایران که از 14 سالگی با موسیقی آشنا شد و در 31 سالگی به مدت 5 سال در پاریس و برلین به تحصیل و تجربه در علوم متعارف موسیقی غرب پرداخت. وزیری سپس به ایران بازگشت و مدرسه عالی موسیقی را تأسیس کرد و به چاپ کتاب‌های متعدد و کنسرت‌ها و ضبط صفحات گرامافون اقدام نمود. وی پس از چندی به دلیل تحقیقات گسترده‌اش در زمینه موسیقی از سوی هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان استاد کرسی هنر و زیباشناسی انتخاب شده و در این دانشگاه مشغول تدریس شد. وزیری مدتی هم به عنوان ریاست اداره موسیقی کشور و مجله موسیقی و اداره رادیو انتخاب شد. او اولین پایه‌گذار و پدر موسیقی جدید ایران پس از انقلاب مشروطه است و باید او را پایه‌گذار موسیقی جدید ایران دانست. علی نقی وزیری سرانجام در 92 سالگی درگذشت.